سلام، به یکی دیگر از پادکست های ایندیپندنت فارسی خوش آمدید. استقبال نوروزی مردم از اماکن تاریخی، تقابل با تحریف گذشته ایرانیان. نخستین روزهای بهار سال 1403 پیام‌آور علاقه ایرانیان به تاریخ و هویتی بود که جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته به اشکال مختلف تلاش داشته نادیده گرفته شود. قرار گرفتن نام مجموعه‌های فرهنگی و تاریخی تخت جمشید، کاخ‌های سعدآباد و گلستان، باغ فین، کاخ موزه چهل ستون، پاسارگاد، امارت عالی قاپو، ارگ کریم خانی، حافظیه و سعدیه در صدر فهرست اماکن و موزه‌هایی که بازدید از آنها با استقبال گسترده مردم مواجه شده، نشان می‌دهد تلاش برای مقابله با هویت تاریخی مردم به خصوص در طول چند سال گذشته نتیجه عکس داشته است. برای حکومتی که چند دهه بر تحریف تاریخ پیش از خود اصرار داشته است، اشتیاق برای شناخت تاریخ ایران به ویژه میان نسل جوانی که در ساختار آموزشی جمهوری اسلامی رشد کرده، روشنگر شکست تبلیغاتی و فرهنگی است. واقعا میخوام بهتون بگم، البته من نمیتونم بگم اطلاعات کافی دارم. در ایران 1000 تا شهر وجود داره و مثلا با 5-6 تا یا 10 تاشون تماس دارم، ولی به عنوان یه روزنامه‌نگار میتونم بهتون بگم که اون تصویری که از ایران در خارج میبینید خیلی فرق داره با تصویری که در داخل ایران هستش. یعنی من خودم در خارج ایران سعی میکنم خیلی با احتیاط صحبت بکنم، ولی اونا که در داخل ایران هستن این احتیاط هایی برم ندارن. یعنی واقعا مردم ایران میخوان برگردن به ایرانی شدن خودشون، تشنه این کار هستن. نوروز سال 1403 آبراهای زیرزمینی تخت جمشید با معماری حیرت انگیز آن در مواجهه با سیلاب ها برای نخستین بار در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت و یکی از محبوب ترین اماکن تاریخی ایران شد. همچنین استقبال گردشگران از دروازه ملل تخت جمشید نشان داد در اوج تنش‌آفرینی بین المللی جمهوری اسلامی، مردم ایران علاقه دارند مطابق فرهنگ باستانی خود نام این کشور مترادف صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان باشد. نوروز امسال اشتیاق ایرانیان به شناخت گذشته تاریخی تنها محدود به ایران باستان نشد. قرار داشتن کاخهای سعدآباد و گلستان در فهرست پربازدیدترین اماکن گردشگری ایران نشان می‌دهد مردم روایت‌های مجعول از تاریخ معاصر را نپذیرفته‌اند. در مجموعه سعدآباد، موزه جنگ، کاخ تابستانی سبز مشهور به کاخ شهوند و کاخ سفید که به نام موزه ملت شناخته می شود، در نوروز سال 1403 مورد توجه ویژه مردم قرار گرفتند. واقعا چطور بگم، فهمیدن که حالا باز در اینجا ممکنه خیلی ها به من حمله بکنن، فهمیدن که ایرانی بودن یه موهبت، یه شانس آوردی ایرانی باشی. منظورم اینست که دیگران از ما بدترن، ما از همه بهتریم، ولی حالا که این شانس رو آوردین باید حفظش بکنیم و خیلی تعدادش داره زیاد میشه. دارن مطالعه میکنم، مثلا من در همین چند هفته گذشته در جلسات متعددی در چند شهر فرانسه، در لیون، در مارسی، در گرنوب، خونه ایرونی ها تو کافه و اینا نشستم و این عشق و شوری رو که میبینم، این علاقه من شدن به آموختن درباره ایران، واقعا قبل از 57 اینطوری نبود. ولی الان من با جوانایی صحبت میکنم که اصلا در ایران به دنیا نیومدن، ولی انقدر به ایران علاقه مند هستن که
چطور میرن هر چیزی راجع به ایران هست پیدا میکنن و مطالعه میکنن. به قول سعدی میگه که تو چون از خود پری معانی درت راه پیدا نمیکنه، از خودت خالی شو تا معانی درت راه پیدا بکنه. بنابراین من میخوام یه تصویر خوبی رو ترسیم بکنم، یه تصویر امید بخشی رو اونطوری که من میبینم. البته علاقه روزافزون به تاریخ گذشتگان میان نسل جوان ایرانیان مهاجر نیز افزایش یافته است. جوانانی که برخی از آنها در ایران متولد نشده اند و به دلیل شرایط تا کنون سفری به این کشور نداشته اند، اما به شکلی ارزشمند تلاش دارند میراث کهن سرزمین اجدادی خود را شناخته و به مناسک، نمادهای تاریخی و فرهنگی آن ارج بگذارند. همچنین امسال بازدید کم سابقه مردم ایران از اماکن فرهنگی و تاریخی بدون آنکه آسیبی به آنها وارد شود، روایت جمهوری اسلامی از تخریب آثار تاریخی در چهارشنبه سوری سال 1402 را زیر سوال برد. طی سالهای اخیر تخریب آثار باستانی و تاریخی ایران بیشتر نتیجه مدیریت دولتی و خصومت حکومتی بوده است. آخرین مورد تخریب آثار ارزشمند تاریخی نیز فرو ریختن تاج امارت امین لشکر در تهران بوده که شهرداری مالک آن است.